به نام خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. عبدالله شمس هستم و خداوند شکرگزار هستم که باز هم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم. امروز ما یک برنامه عقیقه داریم، قسمی که شما میفهمین یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیقه کردن است. عقیقه چی معنی؟ یعنی که در خانه که وقتی یک طفل به دنیا میآید، پدر مادرش در افروزگی باید است که به عمو فرزندش، چی بچه باشه چی دختر باشه، باید است که گوسفند یا گاو یا شتر ذبح بکنه و قربانی بکنه. و اگر مثلا در افروزگی باز نتونست بنابر مشکلاتی که داشت یا هر مشکلی باشه، باز میتونه که هر وقت که یعنی تواناییش پیدا کنه میتونه که همین کار انجام بده و گوسفند یا یک حیوان را چی میکنه ذبح میکنه و به خاطر همو فرزندی که به دنیا آمده. امروز یکی از دوستای ما که در امریکا به سر میبرن، البته اونا نتونستن که به خاطر سه پسر خود عقیقه بکنن، از او خاطر ما را انتخاب کردن تا اینکه ما بریم برشان گوسفند خریداری بکنیم و ذبح بکنیم و به نام خداوند خیرات بکنیم به کسایی که مستحق و نیازمند است. از او خاطر امروز برآمدیم، آمدیم میریم از طرف ولسوالی قره‌باغ، میخواییم که گوسفند خریداری بکنیم، بریم ببینیم که گوسفند پیدا کرده میتونیم یعنی به چی قیمت پیدا خواهد شود. میریم گوسفندا را میگیریم، بعد از او باز برنامه ما به روز بعدی است که انشاءالله گوسفندا را ذبح بکنیم و بعد کسایی که مستحق است توزیع بکنیم. دیگه توکل به خدا، ما از خداوند توفیق میخواییم که در این کار خیر ما را توفیق بده تا اینکه بتانیم برنامه خدا به خوبی و خوشی ثبت بکنیم و انشاءالله به نشر برسانیم. پس میریم حالا طرف ولسوالی قره‌باغ. دوستای عزیز، ما در بازار قره‌باغ هستیم و در اینجا گوسفند هم انتخاب کردیم. 6 دانه گوسفند حالا ما میگیریم و میریم. دوستای عزیز، گوسفند ها را گرفتیم، به موتر بار کردیم و روانش هم میکنیم به طرف باغ. دوستان عزیز، شما دیدین که روز گذشته ما گوسفندا را از ولسوالی قره‌باغ خریداری کردیم. حال امروز منتظر قصاب هستیم که بخیر بیای گوسفندا را ذبح بکنه و بعد از او باز میاییم به پخته کردنش. پخته میکنیم گوشت و باز به کسایی که مستحق و نیازمند است، قسمی که فرمایش داده شده بود، میریم برشان توزیع میکنیم. پس شما هم تا آخر ویدیو بیننده ما باشید. خب دوستان عزیز، قسمی که شما دیدین ما گوسفند ها را ذبح کردیم و آماده شدن به پخته شدن و حال هم گوسفند ها تقریبا
پخته شده و قرار است که آل ما تمامش در ظروف تقسیم بکنیم و به هر فامیل ای بار، یعنی ما گوشت به اندازه یک فامیل در نظر میگیریم که به یک فامیل برسه، میریم برشان توزیع میکنیم، تقسیم میکنیم. البته کسایی که مستحق و نیازمند است، قسمی که به همون قسم بر ما فرمایش داده شده بود که باید است بعد از اینکه گوشت پخته شد باید است به کسایی که مستحق و نیازمند است به اونا تقسیم شود. البته چند نکته ای را که میخوایم در مورد عقیقه بگیم، شاید اکثر دوستا معلومات نداشته باشن. عقیقه یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که معمولا در روز هفتم تولد کودک این کار انجام میشه. یعنی وقتی که روز هفتم تولد کودک میشه چند کار را که انجام میتن، یکی گرفتن موی سر است، دیگه ای که مثلا ختنه کردن است، گذاشتن نام است، یا مثلا اذان دادن در گوش طفل است. و به می شکل یکی از اون سنت ها عقیقه کردن هم است که معمولا گوسفند یا مثلا گوساله یا ای که اگر توانید بیشتر داشته باشن با شطور میتونن که عقیقه را انجام بدن. و بعضی از علما میگه که با طفل که پسر باشه با او دو تا گوسفند و با طفل که دختر باشه با او یک تا گوسفند است، اما بعضی علمای دیگه هم میگه که با بچه و دختر فقط هم یک تا گوسفند هم کفایت میکنن. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد عقیقه بسیار زیاد تاکید کردن، به او خاطر بعضی علما میگن که عقیقه کردن واجب است، اما بعضی علمای دیگه با مستحب بودنش اعتقاد دارن، میگن که عقیقه کردن مستحب است. و اگر طفل که مثلا در افروزگی عقیقه نشه بنابر هر مشکلی که در خانواده وجود داشته باشه، میتونه که امی کار خود شخص هم انجام بده. یعنی یک شخصی که کلان شده باشه و پدر مادرش برش عقیقه نکرده باشن، میتونه که خودش با نام خدا فقط گوسفند میگیرن و ذبح هم میکنن و با کسایی که مستحق است نیازمند است با وام توزیع میشه. و هم میشه که بین فامیلا و دوستا امی کار انجام شوه، یعنی امو اقارب و خویشاوند خود میتونن دعوت بکنن و گوشت میتونن به شکل پخته شدگی و با مردم توزیع بکنن، با بین امو خویشا و خویشاوند و دوستا یعنی نوش جان بکنن. و بعضی ها میگن که گوشت باید از خام توزیع شود، بعضی ها میگن گوشت باید از پخته توزیع شود. یعنی بعضی شرایط را بیان میکنن که علما یعنی در موردش اختلاف نظر داره و هیچ کدام فرقی به نظر من نداره، چی به شکل پخته شما گوشت توزیع میکنین، چی به شکل خام توزیع میکنین. یعنی در دو صورت افضل است و بسیار زیاد کار خوب است. و حال ما هم چون همی فامیلی که بر ما فرمایش داده بودن که ما باید از که 6 دانه گوسفند بگیریم و قسمی که شما دیدین روز گذشته ما گوسفندا را 6 دانه خریداری کردیم و امروز ذبح کردیم و پخته کردیم، حالا میریم با کسایی که مستحق و نیازمند است با اونا توزیع میکنیم. هنوز ما هم نخوردیم، میریم غذا را هم میخوریم، گوشتش هم میبینیم که چه قسم اومده و بعد از اون میریم با کسایی که مستحق و نیازمند است با اونا توزیع میکنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشیم. چهرهش خوب مزه‌دار معلوم میشه، ببینیم که چطور اومده. We'll be right back.
قسمی که شما دیدین ما یک قسمت از گوشت تقسیم کردیم به یکی از اون ولسوالی هایی که تعداد مستحقین نیازمندانشون به حد زیاد بود و شما هم دیدین خانه هایشان که خانه های گلی بود، اکثرشون مردم نادار و ناتوان بود. حالا متبقی گوشت هایی که باقی مانده یعنی تقریبا از نصف یک ذره کمتر ایره میبریم به شهر کابل و میبینیم در اوجه کسایی که مستحق است، نیازمند است، کراچیوان است، یا میبینیم خانه هایی که به مو شکل خانه های مستحقین نیازمندان است بس کنه که ما برشان بتانیم گوشت توزیع بکنیم. و همچنان باید تاسو یادآوری بکنم که وقت ما گوشت پخته کرده بودیم گوشت درست بود، بعد از اینکه پخته شد باز ما را تقسیم کردیم یعنی توته کردیم تا اینکه بتانیم در ظرفا را جای بکنیم و به مردم برسانیمشان. پس بیاین با هم و بریم به طرف شهر کابل. ای بود برنامه امروز ما. تشکر میکنیم از او فامیلی که پول ارسال کردن تا ای که ما به خاطر فرزندایشان 6 دانه گوسفند قربانی کردیم، عقیقه کردیم و به کسایی که مستحق و نیازمند بود به اونا رساندیم. اگر شما میخواین که پولتان، صدقه و خیراتتان ما به مستحقین نیازمندان برسانیم، پس میتونین که از طریق شماره واتساپ با ما به تماس شوین. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای یکتا میسپارم. همیشه شاد، موفق و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید. خداوند یار و نگهدار شما.